بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان گرامی، به یک دیگر از درس های مضمون پیل اسکول خوش آمدید میگم شما را. در بخش قبلی ما شما در رابطه با خصوصیات پیل اسکول بحث کردیم و فهمیدیم که پیل اسکول یک زبان پروسیجرال هست که به خاطر کار کردن با دیتا استفاده میشه. اساسا ما میتونیم پیل اسکول در محیط دیتابیس اوریکل استفاده کنیم و در زبان پیل اسکول دیتا تایپ های مختلفی که در زبان های برنامه‌نویسی قابل استفاده است مورد استفاده قرار میگیره و تمام کمند هایی که در زبان اسکول ما میتونیم از اونا بهره ببریم و با دیتا کار کنیم، اونا در زبان پیل اسکول هم قابل استفاده میباشه. و در این بخش ما در رابطه با موارد استفاده و فواید پیل اسکول صحبت خواهیم کرد. خب وقتی با پیل اسکول آشنا شدیم، حال میخواییم در رابطه به موارد استفاده صحبت بکنیم که پیل اسکول در کجاها استفاده میشه و چطور میتونیم ما از این زبان برنامه نویسی استفاده کنیم. خب اساساً پیل اسکول زبان برنامه نویسی است که به خاطر کار کردن با دیتا در محیط اوریکل دیزاین شده و یا ایجاد شده. پس بیشتر ما توجه ما یا تمرکز ما روی دیتابیس اوریکل هست. وقتی بخوایم از دیتابیس اوریکل استفاده کنیم، میتونیم در اونجا در اون محیط زبان پیل اسکول مورد استفاده قرار بدیم و در اون محیط برنامه های پروگرام هایی که معمولا با دیتا ها سر کار داشته باشه نوشته کنیم یا بنویسیم. بر علاوه که این زبان بیشتر در محیط اوریکل استفاده میشه، میتونیم از این زبان در دیتابیس DB2 هم استفاده کنیم که دیتابیس مربوط به کمپانی IBM می باشه و میتونیم ما از زبان برنامه‌نویسی پیل اسکول در محیط DB2 هم شان استفاده کنیم. زبان پیل اسکول زبان هست که قابل حمل می باشه، یعنی پورتبل هست. کلمه پورتبل در کامپیوتر ساینس یک کلمه قابل فهم است و قابل استفاده است و پورتبل یعنی که ما کد ها را نشته میکنیم و میتونیم از یک محیط ایره به محیط دیگه انتقال بدیم و در اونجا همچنان از این کد ها استفاده کنیم. مثل که پیشتر یادآور شدیم، میتونیم از پیل اسکول در DB2 همچنان استفاده کنیم و همچنان در اوریکل استفاده میشه. پس ما میایم در محیط اوریکل کد های را نشته میکنیم و یا در یک صفحه ساده تکست میتونیم کد های را بنویسیم که این کد ها را با پسوند اسکول معمولا ما ذخیره میکنیم و میتونیم در محیط های مختلف دیگه انتقال بدیم و در اونجا مورد استفاده قرار بگیرن. و همچنان جدا از اینکه پروگرام خیلی کوچیک را ما میتونیم نشته کنیم، میتونیم ترانزکشن ها را، تریگر ها را و میتونیم پروسیجر ها را هم چون در داخل زبان برنامه‌نویسی پیل اسکول ما تعریف بکنیم و در اونجا مورد استفاده قرار بگیرم. زبان پیل اسکول یک محیط کاملا مستقل برای استفاده کننده ها مهیا میسازند که این محیط وابستگی به سیستم عامل مشخص نداره و یا وابسته به پلتفرم مشخص یا خاص نیست. میتونیم ما و شما زبان برنامه‌نویسی پیل اسکول روی محیط‌های مختلف در معرض اجرا قرار بدیم و از اونها استفاده کنیم. میتونیم در ویندوز استفاده کنیم، میتونیم محیطش را ببریم روی پلتفرم لینکس انستال کنیم و از زبان برنامه‌نویسی پیل اسکول در اونجا بهره ببریم. ما میتونیم پروگرام‌هایی را که با زبان برنامه‌نویسی پیل اسکول نوشته می‌کنیم، اینا را در محیط CMD و یا همچنان در محیط اینترفیس اسکول پلاس اجرا کنیم. پس اگر ما خواسته باشیم میتونیم یک پروگرام با استفاده از این زبان بنویسیم و این را از محیط CMD یا کامند لاین اینترفیسی که خود ویندوز بر ما مهیا کرده روی از نو اجرا کنیم و یا هم از طریق اینترفیسی که با دیتابیس اوریکل معمولا نصب میشه روی کامپیوترهای ما شما که او اسکول پلاس است یا همون کامند لاین است که مربوط به اوریکل میشه، میتونیم روی از نو ما پروگرام های پیل اسکول نوشته کنیم و اونا در معرض اجرا قرار بدیم. و طریقه دیگه هم که میتونیم برنامه های پیل اسکول نوشته کنیم از استفاده از محیط اسکول دیولوپر هست که در درس های بعدی ما میبینیم و کار میکنیم که تو میتونیم با استفاده از اسکول پلاس و با استفاده از اسکول دیولوپر برنامه های را در زبان پیل اسکول نوشته کنیم و اونا را در معرض اجرا قرار بدیم.
و پیل اسکویل هم میتونیم ما به صورت مستقیم از طریق زبانهای برنامه‌نویسی اونا رو به دیتابیس ها لینک بدیم. پس ما میتونیم به خاطر دیزاین اپلیکیشن ها از پیل اسکویل استفاده کنیم. قسمی که در قسمت قبلی در رابطه با خصوصیات پیل اسکویل صحبت کردیم، یک از خصوصیات پیل اسکویلی است که با استفاده از این زبان میتونیم ما اپلیکیشن ها را ایجاد بکنیم که و اپلیکیشن ها بتونه کارایی مشخص یک کاستومر یا یک فانکشن مشخص را اجرا بکنه. پس ما میتونیم در پیل اسکویل برنامه مشخص را که با دیتا ها معمولا سرکار داره بنویسیم و با استفاده از زبان های برنامه نویسی اینا رو در یک پروگرامی که ما ایجاد کردیم اونا رو لینک بدیم و وصل بکنیم و در او زبان های برنامه نویسی یا در سافت‌ویر ها از همین کد های پیل اسکویل استفاده کنیم. نحوه نوشتن کد های پیل اسکویل یا دستوراتی که در زبان پیل اسکویل استفاده میشه بر مبنای زبان های برنامه نویسی آدا و پاسکال است. اگر شما با زبان آدا و یا پاسکال کار کرده باشین، قبلا آشنا باشین، به راحتی میتونین زبان برنامه‌نویسی پیل اسکویل یاد بگیرین و یا بیاموزین. خب در این قسمت ما در رابطه با فواید پیل اسکویل میخواییم صحبت بکنیم. پیل اسکویل با زبان اسکویل ترکیب شده و این ویژگی است که یکی از مزایای زبان به حساب میاد. پس ما در زبان پیل اسکویل هم پروسیجر لنگویج داریم و همچنان در کنارش اسکویل داریم، چون ما میتونیم با اسکویل کارها یا عملیه های را اجرا کنیم که بالای محیط دیتابیس معمولا اجرا میشه. مثلا ما میتونیم دستورهای را نوشته کنیم که دیتا را تعریف بکنیم یا از DDL استفاده کنیم، Data Definition Language، و یا هم میتونیم در داخل برنامه زبان برنامه‌نویسی پیل اسکویل در داخل یک برنامه یک نوشته میکنیم از دستورات DML استفاده کنیم که معمولا اونا شامل اسکویل میشه، ولی در کنار از ما میتونیم کاندیشن ها را داشته باشیم، میتونیم فانکشن ها را نوشته کنیم، میتونیم کرسر تعریف بکنیم، میتونیم وریبل ها را تعریف بکنیم. پس این هر دو ترکیب میشه و این ترکیب شدنشان و موجودیت اسکویل در زبان پیل اسکویل یکی از مزیت هایی است که برای ما اجازه میده یا فرصت میده که بتونیم برنامه های بهتر و مفیدتر را بنویسیم. یکی از مزایای و فایده‌ای پیل اسکویل این هست که معمولاً سرعت بالا داره، چون ما در پیل اسکویل معمولاً بلاک مکمل از کدها رو به دیتابیس انتقال میتیم در یک زمان مشخص و یک زمان واحد. مثلا قبلا اگر شما پیل اسکویل استفاده نکرده باشین، مشخص برین کماند اسکویل اجرا کنین، ما هر کماند را که نوشته میکنیم اونا را جداگانه رن میکنیم یا اکزیکیوت میکنیم که اونا اجرا میشه و معمولا در اینجا سرعت اجرای اینمی دیتا ها کمتر میباشه یا در اپلیکیشن ها سرعت پایین تر میه. ولی وقتی ما پیل اسکویل استفاده میکنیم معمولا کد ها را به شکل یک مجموعه و به شکل توحیدی ارسال میکنیم که در داخل دیتابیس اجرا شود، معمولا زمان کمتر را در بر میگیره و با سرعت بالاتر اپلیکیشن های ما اجرا میشه و مورد استفاده قرار میگیره. این نکته یکی از فواید اساسی و مهم است که در پیل اسکویل قابل ملاحظه است. در ضمن میتونیم با استفاده از زبان پیل اسکویل ما کیوری دیتا ها را نوشته کنیم. مثلا میتونیم دیتا را انتقال بدیم روی دیتابیس ذخیره شود، میتونیم دیتا ها را آپدیت بکنیم، میتونیم یک دیتا را انزرت بکنیم و برای ما یا برای پروگرامرها و برای اشخاص مسلکی اجازه میده که به خاطر انکشاف برنامه های موثر و به خاطر انکشاف اپلیکیشن های موثر از زبان پیل اسکویل ما استفاده کنیم، چون در کنار از اینکه زبان برنامه‌نویسی هست، پروسیجر لنگویج هست، ما میتونیم از اسکویل همچون استفاده کنیم که با دیتاها سرکار داشته باشیم. و با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پیل اسکویل ما زمان کمتر را به خاطر دیزاین و پیدا کردن غلطی های کد ها معمولا ضرورت داریم. وقتی ما میخواییم یک برنامه را دیزاین کنیم در مرز اجرا قرار بدیم، معمولا پروگرام ها یا اپلیکیشن هایی که نوشته میشه ممکن است در او غلطی ها یا ایرور های وجود داشته باشه. وقتی ما از پیل اسکویل استفاده میکنیم بر ما فرصت مهیا میسازد که بتانیم غلطی ها را به صورت بسیار ساده، بسیط و آسان ما در داخل کد ها تشخیص بدیم و اونا را حل بکنیم. یعنی میتونیم به سادگی کد ها رو دیبگ بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا اکسپشن هندلینگ در پیل اسکویل در نظر گرفته میشه
که در قسمت‌های بعدی وقتی ما شما در رابطه با بلاکی از پروگرام پیلسکل صحبت کردیم یا پیلسکل بلاک ها، در اونجا ما توضیح میتیم که اکسپشن هندلین کدام بخش است و چطور ما میتونیم استثناءات و مشکلات پیدا کنیم و به او رسیدگی بکنیم. در ضمن خصوصیات دیگه مثل انکپسولیشن و دیتا هایدینگ هم در این زبان مورد استفاده قرار میگیره که اینا هم میتونه یکی از مدت‌های خوبی این زبان محسوب شه. قسمی که پیشتر یادآور شدیم، اپلیکیشن هایی که ما با استفاده از زبان پیلسکویل نوشته میکنیم به صورت مکمل قابل انتقال است یا پورتبل هست. چون گفتم پیلسکویل پورتبل هست، به مو شکل اپلیکیشن هایی هم که با انمی زبان نوشته میکنیم، برنامه هایی هم که ما ایجاد میکنیم، اینا هم قابل انتقال هست و وابسته به یک محیط مشخص نیست. پس ما میتونیم کد ها یا پروگرام هایی را که در این زبان نوشته کردیم از یک پلتفرم به پلتفرم دیگه انتقال بدیم و اونا را در معرض اجرا قرار بدیم. و در ضمن سطح بلند امنیت هم در پیلسکویل در نظر گرفته شده و قابل تطبیق است که این نکته هم نکته بارز است در قسمت فواید استفاده از زبان برنامه‌نویسی پیلسکویل، چون نکات ها و موضوعات ایمنی و سکیوریتی هم در اینجا در نظر گرفته شده. پس ما میتونیم براحتی پیلسکویل در زبان های مختلف اپلیکیشن های مشخص را نوشته بکنیم و از این موضوع مسئول باشیم. و همچنان وقتی ما شما از پیلسکویل استفاده میکنیم، میتونیم کد هایی که از قبل نوشته شده و یک کد ها میتونه لایبری هایی باشه که از قبل وجود داره و نیاز نیست که ما در هر پروگرام یا در هر برنامه خود ما نوشته میکنیم اینا را دوباره ری‌رایت بکنیم، که معمولا اینا را با نام لایبری هایت میکنیم که به شکل پکیج ها موجود است و میتونیم در زبان های برنامه‌نویسی از اون استفاده کنیم. پس ما میتونیم کدای اسکویل که از قبل موجود است اونا را هم قابل دسترس بسازیم و با استفاده از پیلسکویل این بسته های کد هایی که از قبل موجود است اینا را همشان در داخل پروگرام هایی که ما بعدا ایجاد میکنیم مورد استفاده قرار بدیم. و نکته بارز دیگه ای که میتونه یکی از فواید اساسی پیلسکویل باشه، حمایتش از انکشاف صفحات و اپلیکیشن های ویب است. ما میتونیم با استفاده از زبان پیلسکویل برنامه های را نوشته کنیم که این برنامه ها را با زبان های برنامه‌نویسی دیگه وصل بکنیم، مرتبط بسازیم یا ربط بدیم که بتونیم از همه کد ها و برنامه ها در زبان های برنامه‌نویسی دیگه همشون استفاده کرده تا صفحات وب و اپلیکیشن های را ایجاد بکنیم که معمولا توسط یوزرها و کاستمرها قابل استفاده باشه. خب یک مرور خلاصه ای داریم در قسمت در این بخش که یک مورد استفاده و فواید از پیلسکویل بود. قسمی که قبلا هم صحبت کردیم، ما میتونیم پورتبل بودن پیلسکویل یکی از فواید اساسیش به حساب بیاریم، چون میتونیم کد های را نوشته کنیم که در محیط های دیگه قابل انتقال باشه و پرفورمنس یا سرعت اجرای کد ها در پیلسکویل معمولا بالاست، به خاطر از اینکه کد ها معمولا به شکل پکیج یا به شکل یک بلاک ارسال میشه روی سرورهای دیتابیس که در اونجا در معرض اجرا قرار میگیره. یعنی به عوض از اینکه ما دستورات جداگانه ارسال کنیم تا وقت بیشتر یا زمان بیشتر لازم باشه، ما کد ها را به شکل بلاک ها ارسال میکنیم و میتونیم از پیلسکویل در به خاطر ایجاد اپلیکیشن های وب و صفحات وب همچنان استفاده کنیم. تشکر از توجهتون.